سرخط خبرها. پیام تازه سرپرست ریاست جمهوری امرالله صالح و طالبان و همچنان پیام شورای شمالی و اخطار آنها و طالبان و در ادامه گفته های تازه کرزی در مورد حمله های طالبان بالای پنجشیر و در ادامه لیست کشته شدگان طالبان در ولایت های مختلف توسط جبهه مقاومت و همچنان قطع برق و قطع تلفن در سراسر ولایت پنجشیر. سلام و کانال ما خوش آمدید. کشته شدن بیش از 300 جنگجوی طالبان در درگیری با جبهه مقاومت. جبهه مقاومت ملی افغانستان از کشته شدن بیش از 300 جنگجوی گروه طالبان در 7 منطقه خبر داد. با گزارش سپوتنیک، جبهه مقاومت ملی افغانستان امروز در یک خبرنامه نوشت نیروهای جبهه مقاومت ملی NRF همه حملات شبه نظامیان طالبان را در جبهه های مختلف دفع کردند. دامنه عملیات جبهه مقاومت ملی گسترش یافته است و دشمن در 7 مکان زیر تلفات جانی قرار داشته است. 111 در گذرگاه خواباک پنجشیر کشته، 43 در سالنگ پروان کشته، 67 در در ورودی پنجشیر کشته، 37 در سنجل کاپیسا کشته، 23 در جبل سراج کشته شده، 19 در کوهستان کاپیسا کشته شده، 54 در ولسوالی های اندراب بغلان کشته شده، 14 طالب در خوست و فرینگ بغلان کشته شده. این جبهه در پایان خبرنامه نوشته است که جزئیات بیشتر در صورت موجود بودن متعاقباً ارائه خواهد شد. یادآوری میکنیم که پس از ناکامی گفتگوها میان جبهه مقاومت ملی و گروه طالبان، گروه طالبان از یورش به ولایت پنجشیر خبر داد. و حالا میپردازیم به پیام سرپرست ریاست جمهوری امرالله صالح. او میگوید که پنجشیر برای من ایستاده است. پس با پنجشیر بیستید و همصدا شوید. طالبان دسترسی بشر دوستانه را به دره پنجشیر بستند و این عملکرد آنها مطابق به قانون بین الملل جنایت جنگی محسوب می‌گردد. آنها دکتر، دوا و آذوقه را اجازه ورود نمی‌دهند، در حالی که هزاران خانواده از ظلم آنها اینجا پناه آورده‌اند. خطوط تلفن کاملا قطع است و 3 روز است جریان برق را نیز قطع نموده‌اند. از تأسیس شفاخانه‌های امرجنسی در افغانستان نزدیک به 24 سال می‌گذرد و ما هیچگاه دسترسی طالبان را به این شفاخانه قطع و یا ممانعت نکرده بودیم. آنها و شاخه های امرجنسی در کندوز و هلمند دسترسی داشتند، اما اکنون طالبان دکتران، منصوبین و مواد مورد ضرورت این شفاخانه را نیز مانع شدند. مطابق به قانون بین المللی بشردوستانه این عمل کرد جنایت جنگی محسوب می گردد. ما بالای سازمان ملل متحد و کشورهای جهان صدا می زنیم که این عملکرد را تقبیح نمایند. در عین حال در بعضی از نقاط طالبان دست به تفکیک قومی و منطقوی مسافران می زنند. دارایی و پول مردمی مشخص را مصادره می نمایند و در چندین مورد تا کنون از جوانان به عنوان وسایل ماینروبی استفاده کردند که باز هم جنایت جنگی محسوب می گردد. ثبت این جنایت و بلندسازی صدای ما جز مقاومت است. با ما هم صدا باشید. مقاومت تسلیم نمی شود و نخواهد شد. تنها حاضر است روی خواستهای مشروع سیاسی خودش مذاکره کند. من دسترسی به اینترنت ستلایتی دارم و طالب صدایم را تا زنده ام خاموش کرده نخواهد توانست. این در حال است که بنابر گزارش بشیر احمد قاسانی، منبع گفته است که مطالب فیسبوکی امرالله صالح و جبهه مقاومت هیچ ربط ندارد. موضوع رسمی جبهه توسط سخنگویان این جبهه بیان می شود. واکنش عبدالحمید خراسانی در مورد دفاع احمد مسعود از پنجشیر. او گفته است که احمد مسعود به خاطر منافع فرانسه مردم پنجشیر را قربانی می کند. زمانی که من در پنجشیر بودم فرانسوی ها را می دیدم که به ملاقات های احمد مسعود می آمدند. جنگ مسعود با طالب نیست. احمد مسعود یک سمبول است. همه مسائل را فرانسه و پیش می برد. این در حالی هست که شورای شمالی و رهبری جان احمد حقجو و امان الله گذر به سوتو آمده و طالبان را هشدار دادند.
بعد از جنگ دیشب پنجشیر شورای شمالی بزرگ جان گرفت. شورا و طالبان گفته است که اگر با جنگ ادامه دهید مجبوریم دفاع کنیم. و حالا بپردازیم به واکنش حامد کرزی در مورد حملات طالبان بر پنجشیر. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور از آغاز درگیری ها میان طالبان و جبهه مقاومت پنجشیر ابراز نگرانی کرده است. آقای کرزی در اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده از دو طرف خواسته است که مشکلات موجود را از راه مذاکره حل کنند تا مردم از صلح و خوشحالی کامل برخوردار شوند. این در حالی هست که یک خبر شرم‌آور و سه رهبری که همیشه لاف از امپراتوری و دیگرش از بابایی می‌زد، خاموشی مارشال دوستان و سراتا محمد نور، محقق و اساس کریم خلیلی در قبال پنجشیر و سهم نگرفتنشان در مقاومت ملی علیه طالبان جفای بزرگ است. چرا این بزرگواران در مناطقی که نفوذ دارند قیام مردمی و یا خیزش های مردمی را برنامه ریزی نمی کنند؟ چرا مردم پنجشیر را در این مقاومت تنها گذاشتند؟ اگر پنجشیر سقوط کرد دیگر امیدی برای مقاومت باقی نمی ماند. گرفته شده از برگه شعیب نجفی زاده. و حالا بپردازیم به خبری دیگر. برق پنجشیر و بخشای از کاپیسا قطع شد. شرکت ملی برق یا برشنا اعلام کرد که با ادامه درگیری ها در دروازه ولایت پنجشیر دو پایه برق 20 کیلووات از اثر اصابت مرمی تخریب شده که در نتیجه آن برق این ولایت قطع شده است. این شرکت افزوده است که بر اثر جنگ ساب استیشن گلبهار نیز غیر فعال شده و شهر محمود راقی، مرکز کاپیسا، ولسوالی های حصه اول و دوم این ولایت هم بی برق شده است. همچنین به گفته برشنا با قطع شدن برق پنجشیر و کاپیسا مقدار برق ولایت ننگرهار نیز کاهش یافته است. برشنا گفته کارمندان فنی آمدند تا با مساعدتشان زمینه کار پایه برق پنجشیر را دوباره نصب کنند و ساب استیشن گلبهار را نیز دوباره فعال سازند. از دو روز به این سو در پی توقف مذاکرات میان طالبان و نیروهای مردمی پنجشیر جنگ میان دو طرف شدت یافته است. و در پایان خبری که باورتان نخواهد شد. آمریکا یکی از افغانهای منتقل شده به اروپا را بازداشت کرد. با گزارش سپوتنیک، تود اولتوز یکی از فرماندهان ارتش آمریکا گفته است عملیات پس از آن آغاز شد که یک مرد زنگ خطر را به صدا درآورد. آن شخص بازداشت شده است، تحت نظارت مقامات نماینده بخش‌های مختلف ایالات متحده است. آلمان بسیار فعالانه با ما همکاری می‌کند. خروج و دخول این شخص مورد بحث است. وی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت شخصی که در حال حاضر در بازداشت است، تا آنجا من می‌دانم تهدید بزرگی محسوب نمی‌شود. علاوه بر این فرمانده کل ناتو افزود که 58 افغان دیگر مستقر در اروپا تحت بررسی های اضافی توسط سرویس های امنیتی قرار دارند.